آره دور. به کی دادن؟ توپ طلو برای کیه؟ توپ طلو برای کیه؟ یو گایز، چطورید بچه ها؟ من امیررضا هستم و اینجا کانال امید ایکساره. خوش اومدید به این ویدیو. اومدیم با پارت 24 روم کریر تیم خودم، رسیدیم به فصل پنجم. ارتقاب اگه دیده باشی لباس و لوگو اینا رو همه رو عوض کردیم، نقل انتقالات رو انجام دادیم، کریرم به پایان میرسه. سعی و سه میریم برای FC25 و یه چند تا ویدیو داریم تا FC25 دیگه میریم برای FC25 و خیلی کریرش جذابه. اگه دیده چهره منو ببینی لایک ویدیو رو بزن تا ویدیو من ساجس بشه و همین دیگه من حمایت کردی با یه لایک کردن. سابسکرایب و بزن زنگوله گوشش رو حالت آل بذار، هر موقع ویدیو جدید گوشم برات یه نوتیف بیاد بالا گوشید، بزن رو اون نوتیف بیای ویدیو منو نگاه کنی، عشق دنیا رو بکنی. بزن بریم سراغ پارت 24. زیاد دیگه حرف نزنم، رسیدیم به اولین بازی لیگمون توی پریمیر لیگ. همونطوری که خودتون میدونید ما قهرمان اتحادیه شدیم، توی پنالتی ها بردیم، یه جام اینجا بردیم، هنوز فصل شروع نشده ما یه جام بردیم، سوپر کاپ هم بردیم، دوگانه رو فعلا کسب کردیم. ببین الان پریمیر لیگ، امارات، اف ای کاپ، کارابو کاپ، بعد لیگ قهرمانان برامون مونده که اگه اینا رو ببریم شیشگانه میشیم. بریم سراغ اولین بازی پریمیر لیگ که میریم برای کویک سیم کردن این بازی. امیدوارم که اولین بازیمون رو بتونیم ببریم، که 3-1 بردیم. مارتینلی دبل میکنه و پدری تگ گل رو میزنه. اولین گل پدری رو شاهد بودیم که دم دوتاشون هم گن، دستبوس دوتاشون هم هستم. بریم سراغ بازی دوم پریمیر لیگ، استون ویلا بریم برای بازی. و از استون ویلا اونا هم وینگ پلی بازی میکنن، تیم که آماده است. از این آمادتن الکس آرنولد هم 90 شد. ببین کل ترکیبمون 90، فقط یه دلیخته که 90 نیست، خیلی عجیبه. کویکسیم این بازی رو هم زدم که 3-0 بردی. جکسون، مارتینلی، پدرو، شاید توی این پارت مراسم توپ طلای جکسون رو ببینیم، ولی بیشترش 99% به خاطر عملکرد خوبی که تیممون و خود جکسون سال قبل داشت. 100% میبره توپ طلای امسال. و بازی برایتون که دوکورم به برایتون فروختیم، امیدوارم که بتونیم سومین بازیمونم با کویکسیم ببریم. کویکسیم این بازی هم زدم که 3-2 باختیم. رسیدیم به بازی آرسنال که اینا رو من اسکیپ میکنم. برای گیم پلی بازی آرسنال، امارات استادیوم، مارتینلی به باشگاه گذشته خودش خاطره داره اینجا. خوبه، امیدو داریم میبینیم. مارتینلی تماشاگرای پرهیجان ایکسار اف سی. عجب تیمی درست کردیم، عجب. واقعا هر چی فکر میکنم چی شد من این تیمو ساختم. اول بریم سراغ این بازی هیجان انگیز توی ورزشگاه آرسنال. بازی رو با آرسنال شروع بکنه. چه لباسیه، سپاهان خودمون میافتم این لباس. احباب این توپگیری، دو تا تیم دفاع خوبی داشتن تا الان. بالده، مارتینلی، فودن مصدوم شد. ویرمر چرا 90 شده؟ یا خدا چرا انقدر ویرمر قوی شده؟ یا خدای من، فودنم مصدوم شد. ولی واقعا بعد اینو قبول کنیم که ویرمر 78 بود اوورالش، الان 90. یا خدا. به ویرمر جکسون رو راه میندازه. جکسون اولین گل رو بزن که بله، توی دروازه. جکسون گلو میزنه و بازی 1-0 میشه به نفع ایکسار اف سی. عجب بازی هیجان انگیز و باحالی رو داریم تماشا میکنیم. یه پاس برای بلینگام بازیکن 93. واقعا باید همینطوری حمله بکنه بازیکن 93. یه دونه جا خالی و یه ضربه. بله، سوت نیمه اول میخوره، بر نتیجه 1-0 به نفع تیم ما. بریم برای نیمه دوم. جکسون دلیخت ارا میرسه، خطا نبود. خطا پنالتی رو گرفت. ببینیم دیوکاسا میتونه ما رو خوشحال بکنه که نه. گل مساوی رو هم خوردیم با پنالتی به ما خوده بازیکنهای اونا. کاش دوباره مارتین اودگارد. این نشد دید، سلاش خودم رو کردم. 2-1 این بازی رو باختیم. جدول پریمیر لیگ داره به نهم جدول رو داریم با 4 تا بازی. وای، 2 تا باخت داشتیم، خیلی بده. آره، داریم میرسیم بازی های UCL یا همون لیگ قهرمانان. بریم بازی اورتون رو کویکسیم کنیم. منم که 3-2 بردیم. بلینگام و
دبل جکسون، یا خدای من جکسون امسال هم داره توی گلزنی آمارش همینطوری میره بالا و تیزر اولیه لیگ قهرمانان رو با هم نگاه میکنیم. این آخرین باره که دارید این تیزر رو نگاه میکنید. فراموش نکنید که آخرین فصل این کریر رو داریم با هم جلو میبریم، پس حمایت یادتون نره. بریم برای اولین بازیمون که با بایرن مونیخ و روم افتادیم. بریم گروه ها رو یکی یکی ببینیم. منچستر سیتی، یوونتوس، آژاکس، گالاتاسرای، هر چهارتاشون قوی هن. اینتر، منچستر یونایتد، بنفیکا، رنجرز. گروه سی، اف سی بارسلونا، تاتنهام، اف سی پورتو، ایکسار اف سی، اف سی بایر مونیخ، روم اف سی و یه تیم دیگه نمیشناسمش، اتلیکو دی مادرید، بورسیا دورتموند و لنس و براگا، میلان، فرانکفورت، پاری سن ژرمن، ویارال، سالزبورگ و یانگ بویز. همچین چیزی اسمش. رئال مادرید، لایپزیگ، موناکو و یه تیم دیگه هم. این از گروه های لیگ قهرمانان که اولین بازی لیگ قهرمانان رو مثل همیشه میریم برای گیم پلیش دیگه. خوش اومدید به این بازی هیجان انگیز توی ورشگاه ایکس آر سیتی، اولین بازی ما توی اینجا. ویرمر، مارتینلی، دوباره ویرمر، دوباره مارتینلی، پدری بزن توی دروازه که دروازه چه شیرجه ای زد. من سال قبل این جامی ما پدری یه پاسکاری خیلی قشنگ، ناموسن خیلی این پاسکاری قشنگ بود. بله، خوشحال گل پدری رو داریم میبینیم، خیلی پاسکاری قشنگ بود. یه بار دیگه با هم ببینیم این پاسکاری رو. اینجا ببین، یا خدا، یه بغل پا هم زدیم با این رفت توی دروازه، خیلی زیبا و قشنگ و ناناز و مامانی و کاچلا. پدری یه پاس خیلی قشنگ، یه پاس خیلی قشنگ، مارتینلی تمام. مارتینلی این بازی رو به پایان نزدیک داره میکنه برای روم. روم هیچ کاری از دستش بر نمیاد در برابر تیمی که همه بازیکناش بالای 90 هن و 100% اومده برای چندگانه دیگه. مارتینلی یه کورنر رو به ثمر میرسونه که دلیخ وای بنده من از اون بزنه و سوت نیمه اول میخوره. بریم سراغ نیمه دوم با تعویضی که من انجام بدم و دیگه نداریم دیگه، فودن هم نداریم این فصل و بلینگام 94 شد. یا خدای من، بلینگام 94 دیگه خیلی قدر کن. دیگو کاستا میاد تا بگیره و یه چی؟ بالاخره دروازه ایکس آر اف سی باز شد توسط میلان، توسط روم. آرنولد خیلی داره دفاعی خوبی انجام خودش انجام میده. بگو سوت پایان بزن زیرش، سوت پایان این بازی. بازی رو 2-1 بردی. اولین بازی مرحله گروهیمون رو توی این فصل تونستیم برای اولین بار ببری. همه بازی یک یک شد. یا خدا چقدر تیما سطحاشون داره بالا میره توی این فصل. هفتم جدول رو در اختیار داریم با چند امتیاز اختلاف، با کلن چقدر 3 امتیاز اختلاف داریم کلن. بریم سراغ بازی نیوکاسل که یک بازی حساسه و نباید این بازی رو ببازیم دیگه و من این بازی رو کویکسی میکنم، باز میخوام ریسک کنم و کویکسی میکنم و اونجا داریم میریم فودن مصدومه و یه دقیقه بریم بیرون ما این ترکیب اینا راستی درست کنیم. یادم رفت، دوباره داشت یادم میرفت. جکسون هم 92 شد، بلینگام هم 94 و دیگه ویرنر اینجا، فودن مصدوم شد و نیکو ویلیامز رو میاریم اینجا. اینجا ببین الکس آرنولد اینا همه را بدیم به الکس. الکس آرنولد همه اینا رو بهتر میزنه. جکسون تو پنارتی هم بهترینه، بلینگام هم کاپیتانین. از این کویکسیم این بازی رو من میزنم که 2-1 بردیم. بلینگام و مارتینلی دو گل این بازی رو زدن که دمشون هم گرم، واقعا دستبوس و پابوس و همه چی بوسشون هم. کاراباوکاپ همین الان داره شروع میشه و اولین بازیمون با لیورپول خوردیم. اولین بازیمون یعنی سخته. بازی توی ورشگاه ایکس آر سیتی برگزار میشه. جکسون همین الان باید بازی رو شروع کنه که شروع هم میکنه. کورنر که اینجا دیگه الکس آرنولد دیگه ضربه ها رو میزنه. یه پاس که یه ضربه یه جکسون اولین گل رو میزنه، اونم با پاس الکس آرنولد. پاس برای بلینگام که یا خدای من، یا خدای من، این چه گلی بود، این چه گلی بود. بلینگام نشون میده قدرتش دیگه داره فضایی میشه، دیگه میخواد پرواز کنه گلو بزنه. صحنه رو ببین، من دستان گوشم زمین هستن، چقدر این شبیه داوید دخیاست.
اینجا ببینید فقط شما یه پاس عالی و یه پرش یاخ ابلفاز. چه پرشی زد کاپیتان بلینگا. سوت نیمه اول میخوره با نتیجه 2-0 به نفع تیم ما. بریم سراغ نیمه دوم این بازی کاراباکا. احسان یه ضربه روبن دیاز، چه گلی زد. اما مراقب باشین مساوی نشه این بازی. یه چند بار داره توپو دور میکنه، یه اشتباه روبن دیاز بازی مساوی شد. یه توپ گیری گابریل داره میره، گابریل مارتینلی بلینگامو میبینه، یه گل جود بلینگام. این خوشحالی گل همیشگیشو میره این پسر انگلیسیه خوش برخورده، خوش شعره، خوش استایل. چه گلی میزنه و بازی 3-2 میشه. دبل بلینگام. بلینگام فکر کنم توپ طلا میخواد برای سال بعد که نداره. میگه کلیم بلینگام چی کار میکنی پسر؟ تیرک دروازه رو قشنگ حس کردم خود به تیرک. آلوارز میره برای گل که نذاشتن آلوارز به گل برسه و سوت پایان این بازی بردیم. لیورپول رو 3-2 بردیم. بریم سراغ بازی وستام که یک بازی 3 امتیازی کلا تیمشونی، فکر نکنم بس سخت باشه برای تیممون. کویکسی ما میزنم که 2-1 بردیم. جکسون و ویرمر برامون دو گل این بازی رو زدن که دمشون هم گرم. رسیدیم بازی بایرن مونیخ که این بازی رو من میخوام برم برای سیمچ کردنشون. بازی رو برگشت رو داریم، یه سیمچ خیلی وقت نرفتیم. بریم برای سیمچ کردن این بازی که امیدوارم لذت کافی رو ببرید. خب لباس های زرد رنگ مای و سفید ها اونا و سانه اینا هم دارن و گل رو خوردیم. سانه بهمون گل زد. خیلی قشنگ دوباره سوت نیمه اول میخوره با نتیجه 1-0 به نفع تیم اونا. بریم سراغ نیمه دوم این بازی. یه پاس برای سانه نکیزا، کیزا گل دوم از 2-0 عقبیم از این با تیم. یه توپ گیری مارتینلی، یه پاس و گل ویرمر. به گل دیگه نخوریم، چقدر سانه قوی بازی میکنه. یه پاس و گل سوم باز کیزا. دبل کیزا رو داریم تو این بازی. سان اینجا داد به ویرمر که کاری نتونست بکنه و سوت پایان این بازی 3-1 باختیم. دبل کیزا و سانه و گل ویرمر برای تیم ما که عجیب بود برام چطور این بازی رو باختیم، ولی فکر کنم تیمشون خیلی قویه. حالا ما باشون گیم پلی هم میریم، این بازی برگشتش رو میریم برای گیم پلی. رسیدیم به بازی برانتفورت که این بازی رو میریم برای کویکسیم کردن. امیدوارم که بتونیم این بازی رو ببریم. کویکسیم میکنم که 3-1 بردیم. ویرمر، آلوارز و جود بلینگام واسمون گل میزنن که دست تک تکشون رو من از همینجا میبوسم. بریم برای کویکسیم کردن این بازی. امیدوارم که ببریم که 3-2 باختیم. 3-2 باختیم. آخه چرا باید از این تیم ببازیم؟ من یه سوال دارم از ای عزیز، یه که چرا ما باید از این تیم ببازیم؟ چه منطقیه داره این بازی؟ تو پریمیر لیگ من ببینم دوم جدولیم، پشمام دوم جدولیم. خب خوبه. امارات اف ای کاپ هنوز برگزار نشده. کاراباکا مرحله بعدی با منچستر یونایتد. همه تیمای قوی رو داریم بازی میکنیم باشون دیگه. الان هم که با این تیم بازی داریم، اگه این تیم رو ببریم خیلی میتونیم امید داشته باشیم. تیم ضعیفیه دیگه. میریم برای کویکسیم کردن این بازی. آیسدو آرنولد هم 91 شدن. یا خدای من چه ترکیبیه. یا ابلفاز کویکسیم رو من میزنم که 2-2 شدیم. این تیمی که اینقدر میگیم همش 91 هیچ کاری فعلا نتونستیم بکنیم و خیلی بد داریم بازی میکنیم دیگه. بازیدیم به بازی برلین که این آخرین بازی این پارته که به نظر من برای پارت 24 بس. کویکسیم این بازی رو میزنم که 3-2 بردیم. میریتی، سالیبا و مارتینلی. سالیبا چطوری گل زده یه دفاع. خورستیم به بازی منچستر یونایتد تا بازیش بریم جلو. بالندور به کی دادن؟ توپ طلا برای کیه؟ جکسون برنده توپ طلا شد. به هدفمون رسیدیم. جکسون رو برنده توپ طلا کردیم. به به پسر. اینجا همگور تیمیاش هم داره میبینیم. بالندور جکسون، نیکولاس جکسون، بازیکنی که واقعا حقش و برازنده این توپ طلا بود. بله همه نشون میده دیوید بکام هم بهشون توپ میده.
بله یه بازیکن توپ طلایی داریم توی تیممون که عالی شد، چقدر خوشحال شدیم مثلا. بله جکسون 8 گل، مارتینلی 7، بلینگام 6، همینطوری رفته پایین. بهترین گلزن، بهترین پاسور ویرمر، مارتینلی، بلینگام، الکس آرنولد و بهترین کلینشیت پدری، مارتینلی، کاستا، الکس آرنولد، وندوون، بالده، کایسدو، بلینگام، جکسون، دلی، همینطوری رفته پایین، کل بازیکنامونو فرا گرفته. همینجا توی همین ترکیب زیبا و این لباس زیبا این پارت 24مو به پایان میرسونم. اگه تا اینجا داشتی ما رو نمی‌کردی لایک ویدیو رو بزن تا به من انرژی تو منتقل کنی و ویدیو رو ساجست کنی از من حمایت کرده باشی. تو رو خدا ناموسا این کار انجام بده، سابسکرایب رو بزن، زنگوله گوشش رو حالت آل بذار که هر موقع ویدیو جدید گوشم نوتیف بیاد برات. بیای ویدیو رو ببین، بزنی رو نوتیف، بکشی پایین تصویر رو بزنی روش، بیای توی ویدیو منو عشق و لذت. تا یه ویدیو دیگه از کانال امید ایکسار و پارت 25 کریر تیز بدنیز.